سلام، وخت مو په خیر. د شمشاد تلویزیون قدرمنو لیدونکو او په خاصه توګه د پخلی خبرونو مینوالو، هیله ده چې روغ جوړ او خوشاله اوسئ. درنو لیدونکو، نن غواړم چې سبزی پالک د وریجې سره آماده کړم. دې ته په دري کې مونږ ورته سبزی چلاو وایو. یعنې وریجې داسې دم ورکوو چې ډېر غوړي څخه هم استفاده نه کوو، نور مساله جاتو څخه هم استفاده نه کوو. داسې سپینه وریجې او د دې تر څنګ پالک آماده کوو. دا چې پالک په کم شکل آماده کوو، دا نو تاسو وګورئ چې په کم شکل ډیر په آسان او ډیر خوندور انشاءالله آماده کوو. دغه رقم تاسو هم آماده کړئ. لازمه مواد یاداش واخی: مالګه، سره مرچ، ګرم مساله، چکن کیوب، وریجی، غوړی، ګندنه، پالک، هوامدارا سبزیجات. نو سبزیجات به دې خواته چیرته کېدم چې اوبه مې ایښې ده، تر هغه چې جوش شي، تر هغه چې اوبه هم جوش کېږي، زه به داسې یو کار وکړم چې ګاز چالان کړم. لومړی باید پیاز ورته سره کړم. نو غوړی اضافه کوو. پیاز اضافه کوو. دوستای عزیز، پیاز اگر اندازه سرخ شد، حالا گندنه رو اضافه میکنیم. شکل آیستا آیستا میمانیم که
سرخ شوه، آب جوش آمده، یک مقدار نمک، دم مالگ اضافه کنم، دولمه رو خوب ریزه ریزه کوشش کنیم که ریزه تر خودتر میده کنیم، به خاطر که امرا با گندنه و پیاز یک مقدار سرخ شود. اول به شکل خلالی، بعد به شکل بسیار خرد خرد به شکل نخوتی. دولمه را اضافه میکنیم، تا هم دولمه هم هوگا Thank you.
هم تازه مرچ. مهم که از سبزی وقتی بود سبزی پالک آماده می سازیم زیادتر کوشش کنیم که گندنه، پیاز، دلمه، سیر، مرچ اینا یک اندازه سرخ شود. هر زمانی که یک اندازه سرخ شد و بعد از او باز می تانیم که پالک اضافه کنیم، یک سبزی پالک بسیار مزه‌دار برای خود آماده بسازیم. بیرتر اگر زو مکسره پاتشه. یک مقدار نمک اضافه میکنیم، یک کمی هم مرچ سرخ. اوز به پالک اضافه کو. یک کمک دیگه مونده ایرم بالاش اضافه کنیم، چون پالک آب خود از دست میده و حجم خود همچنان از دست میده. برنج انشاءالله آماده است، گاز خاموش میکنیم.
استاد از پیش از اینکه پالک سرخ شوه از این کیوب بالاش اضافه میکنیم. به می شکل میمونیم، خود از یا استایستا نرم میشه و خود آب میسازه. تا او وقت پالک هم استایستا سرخ میشه. تا وقت که پالک هم سرخ میشه باید برنج آمادگیش داشته باشیم. یک کرایی رو میمونیم، یک مقدار روغن اضافه میکنیم بالاش. بعد دو شکل میتونیم که امو او روغن که میگیم یا امو میخواییم که برنج یک کم چرب بسازیم، میتونیم که به شکل عادی از روغن عادی هم استفاده کنیم و به شکل از اینکه روغن اضافه کنیم و بوره هم رای سرخ کنیم یک کم به میده ایم و ضرر میرسانه. ولی ما کوشش میکنم میگم ساده که به میده ایم و ضرر نرسانه، به اون خاطر اما تو بیخی ساده روغن اضافه میکنیم بالاش. روغن داغ شد، بالای برنج اضافه میکنیم. همچنان گرم مساله بسیار به شکل ساده امروز برنج دم میدیم. گاز روشن میکنیم در قدم اول یک کم تیز، بعد که دیدیم که مقدار یا هم ترقص برنج شنیدیم و یا به این شکل هم میتونیم که یک مقدار دیدیم که تفت بر خود گرفت و گاز بسیار کم میسازیم. پالک یک اولش رو بگیریم، دوستان عزیز پالک به مدت چند دقیقه میگذاریم تا که یک اندازه دیگه هم جوش بخوره و یک مقدار ها دیگر که داره او را هم خشک بسازه و آماده سرخ شدن شده. وقتی که نزدیک به سرخ شدن شد و سرخش کردیم، زیاد کوشش کنیم که سرخ هم نکنیم. اما اندازه که دیدیم که جوش خورد، آب خود از دست داد، بر ما کافی است. یعنی بسیار جاتر ما شما پالک بسیار سرخ میکنیم و تمام ویتامینش از بین میبریم. کوشش کنیم که بسیار زیاد سرخ نکنیم. برنج هم در دم است، انشاءالله دم میگیره. سایزی رو خوب باید مکس کنیم، پشت چمچه کنیم تا که سبزی هم تو خوب صحیح بشاره. به نیمی حالت اینه که فعلا به نیمی حالت برسه. زیادتر کسا دیگه زیادتر سرخ میکنم، میگم می اندازه که فعلا اگر از این پیشتر سرخ نشه هم تی یک مقدار آبدار باشه. حالا گاز خاموش میکنیم. گاز دیگر هم خاموش میکنیم. انشاءالله که برنج هم آماده است.
اینا رو مزید شو ببینیم که چطور است، آیا به شکل صحیح منظم اماده شده و یا خیر. واقعیت که یک غذای بسیار مفید، یک غذای اقتصادی و همچنان یک غذای مزه‌دار آماده شده. دوستای شما هم به می شکل غذا آماده بسازین. کم برنج قدر به وجود ما مضر نیست و کم چرب و بدون از اینکه بوره و یک بار سرخ کنیم و با آماده ساختیم. و همچنان پالک به می شکل یک مقدار آبدار آماده بسازیم. خوبتر از زیاد کوشش نکنیم که بسیار زیاد سرخ شود. و همچنان تشکری میکنیم از مکرونی تمنا. دوستایید شما هم از مکرونی تمنا استفاده کنین، مقوی، مفید، با کیفیت و همچنان قیمت مناسب دارم. دوستای عزیز، این بود برنامه امروز ما. خدا کنه که مورد علاقتون قرار گرفته باشه. تا برنامه بعدی، خدا حافظ و نگهدار. لالی دلمو مننا. تمنا مکرونی ده هر دو سرخان لپاره مکمل خواړه. دغه خبرونه تاسو ته د تمنا مکرونی لخوا وړاندې شوه. تمنا د ټولو خواړه.